همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، تصویر یک حکمی رو خبرگزاری فارس منتشر کرده از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش. سرکار خانم سعیده مهرعلی‌زاده به عنوان دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت منطقه آزاد کیش منصوب شد. آخه طولانیه دیگه. ایشون متولد 66 ان، از یکی از دانشگاه‌های مالزی در رشته طراحی دوخت و دوز فارغ التحصیل شدن. تازه هم توی پردیس کیش دانشگاه تهران دارن فوق لیسانس میخونن. و اینه که آقای مظفری هفته پیش اینجا بودن، مگه میدونستم اینطوری حکم میزنن باور کن بالاخره عرضه میکردیم توانایی اونو دیگه. حاجی من همین الان میتونم عرضه کنم اگه مخاطب ما هستی، انقدر من توانمندی های مختلف دارم در هر حوزه‌ای که دلشون بخواد. بابا یه حکم مدیریتی دیگه این همه به همه دادید یکم به ما. والا حالا گفتن شایستگی به تجربه ارزنده سرکار، شاید حالا واقعا یه تجربه داره ها. چه تجربه‌ای؟ تو حوزه دوخت و دوز؟ آره خب بالاخره درسش خونده. ولی اینکه حالا دبیر شورای راهبردی راهبری گردشگری سلامت منطقه آزاد کیش، در هر صورت ما برای ایشون آرزوی موفقیت می‌کنی و نکته هم همینه. حالا احتمالا ایشون کیش دانشجو شدن، بعد باباش زنگ زد به بچه‌ها اونجا گفته ببین آره. من دانشجو اونجا آره. بعد ما نمیخوایم که مثلا خزینه ها هم دیگه زیاد شده ما هم بدیم، بعدا مثلا میرن تو برنامه‌شون میگن یه شغلی واسه این دست پر کنید. گفتم بذار ببینم چی دارم. گفتن شغل دانشجویی البته بهشون بدیم. چند سالشونه؟ متولد 66. 32 سالشون. چی خوندن؟ دوخت و دوز. کجا؟ مالزی. خب یه شغل خوب دارم براشون اگه موافق باشید. حکم حالا حکمشون میذاریم بعدا خودشون هم متوجه میشن دیگه. برن رئیس شورای راهبری سلامت چیچیه گردشگری سلامت منطقه آزاد کیش بشه. باش. و البته خانم مهرعلی‌زاده یه بار دیگه هم در جزیره سمت داشته. موقعی که باباشون یعنی آقای مهندس مهرعلی‌زاده، محسن مهرعلی‌زاده توی هیئت مدیره در واقع سازمان منطقه آزاد کیش بودن، ایشون دوباره اون موقع هم سمت داشت. فکر کنم اون آقازاده هایی که خارج نرفتن گفتن من نمیرم خارج به شرط اینکه توی ایران یه مسئولیت برام جور کنید. بعد یکیشون دو تاشون الان تا حالا کیش بودن. یه بله دیگه سر آقای عارف هم اونجا هستن الان. بله. اینجوری که کیش پیش میره تیکری دیدی. خب بریم خبر بعدی. من دارم فکر می‌کنم دوخت و دوز چیه متناسبه دیگه، بالاخره شکم یه مثلا بیماری اونجا سفره میکنن با یک طراحی خاصی این باید دوخته بشه که معلوم نشه که قبلا تیغ جراحی خورده، یعنی نوع دوختش خیلی مهمه. آره دیگه نه. بنابراین خیلی هم توی شایسته ای بود، یعنی فکر کنم اصلا مراسم توزیع سمت داریم مثلا اینا نشستن بعد میگن که خب سمت شما چی، مثلا باز میکنن دیات قدیم پتو ساعت دیواری می آوردن با تختی، الان مثلا سمت کیشو میارن بعد همین میگن این چی بود آوردید گندشو در آوردید، بعد میگه که کیش میشی. خب رئیس